چلچله و چلچله و چلچله دانی که چرا داره مکافات شدیم؟ ناکرده گنه چنین مجازات شدیم، کشتیم خرد، دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. دانی که چرا داره مکافات شدیم؟ ناکرده گنه چنین مجازات شدیم، کشتیم سوفیسم، صوفی، عارف، کشتیم خرد، دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد آخوند و موبد و کشیش و دکان و خرافات شدیم. به دلیل اینکه تمام شنوندگان این برنامه میلیاردها برابر من شعور و فهم و اندیشه دارن، خدا را برای بچه های زیر دو ماه توضیح میدیم که اونها هم جذب این برنامه بشن. خدا در برنامه ها توضیح دادیم که عادل است، بر همه موجودات کره زمین مثل شتاب جاذبه است، مثل هواست، مثل شتاب جاذبه است. 9 و 8 روی خر هست، رو سگ هست، رو من هست، رو قاتل هست، رو مقتولم هست. حالا فکر کن کوچولو عزیز که مادرت میشینه سر نماز و وضع مالیش خوب نیست، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ای شتاب جاذبه به من پول بده. شتاب جاذبه میگه بیا، من نمیتونم به تو پول بدم، من شتاب جاذبه‌ام. به این میگن هو. اون وقت مادرت میره مسجد گریه میکنه، بچهش مریضه، ای شتاب جاذبه بچه‌مو نجات بده. شتاب جاذبه میگه من کاری نیستم، اصلا من هوم. ای شتاب جاذبه که درختان را درست کردی، میگه درسته، من هوم، من خدام، من از رگ گردن مثل همین هوا به شما نزدیکترم، اما من هوام، نمیتونم تلویزیون درست کنم. میفهمید؟ من هوام. این دعاها سیفون رو بکشت، به من نمیرسه، برسه هم من کاری نمیتونم بکنم. این مشکل هو که دست و پا نداره، همه جا هست، رو همه هست، واسه همه هست، واسه هیچی کاری انجام نمیده. پس خالق سماوات و زمین، آسمان ها و زمین هوه. My friend, where is God? What's your God? Who is God? میفهمید؟ یک بشر اینو ساخته، یک بشر تلویزیون میسازه، یک بشر به گربه ها آب میدهد، سک ها را نوازش میکند، درخت ها را میکارد، یک بشر. پس خدا یعنی هوا، شتاب جاذبه یعنی هو، الله رو آفرید یعنی انسان کامل رو که بقیه کارا رو این دست و پا داره بکنه. میفهمید؟ خوش آمدید به 177 برنامه‌ای که گاد رو نمی‌فهمه و زرت و زد سینه می‌زنیم، عربده می‌زنیم، گریه می‌کنیم و دعاهای مسخره به دلیل اینکه موجودی به نام هو رو نمی‌شناسیم، هر شب و صبح بهش توهین می‌کنیم، می‌گیم الله اکبر، هو اکبره. بعد هو میگه مرتی که یه اصغر، کی اکبره؟
میفهمید؟ تعریف هو چیز دیگه ایه و هو هیچ چیز نمی آفرینه. هو هیچ وقت هیچ کاری نمی کنه. هو حاجت تو را برآورده نخواهد کرد. هو تو را به جهنم نخواهد برد. هو تو را به بهشت نخواهد برد. هو همینطور که به قاتل کمک میکنه در کشتن اون فرد تو زندان اوین، به مقتولم کمک میکنه که بهتر بمیره. That's it. Welcome to 177 برنامه ریاست، برنامه کاملا علمی. Welcome. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می‌کشد تو. خب پس داستان آفرینشی که در برنامه ریستارت علمی به همراه قوانین داروین توضیح داده شد، برای شما مشخص کرد که اون داستانی که توی کتاب ها شما دارید میخونید کلن رو حواست. اما مشکل کجاست؟ مشکل دیالوگیست که صوفیسم به صوفی گفته، یا صوفیسم به یه آدمی گفته. محمد ابن عبدالله نه صوفی بوده، نه عارف بوده، نه پیغمبر بوده، نه نبی بوده، نه رسول بوده. پیام بهش دادن ریستار پخش کن، پخش کن. اولم تو فامیلاش پخش کرد، دوستاش پخش کرد، هیچ کار خاصی انجام ندادن. ادیان جمع شدن، یعنی حیوانات، موجودات جمع شدن، حاکمین جمع شدن، وزرا جمع شدن، وزارت اطلاعات جمع شد، سپاه جمع شد. آقا این چی چیزای جدید داره میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت اصلا کلا میگه مسیح داستانش فرق میکنه، موسی فرق میکنه، آفرینش فرق میکنه. بعد میگه زمین گرده. گفت نه آقا، گفت حتی یهودی ها باش مشکل دارن، میگه زمین گرده. کتاب تورات اصلا به دین نیست، کل ادیان داده رو هوا. گفت چی میگه؟ گفت نمیدونم، جوان ها دارن جذب میشن، نمیدونم چی میگه. بدتر از همه میدونی چیه؟ گفت نه، گفت بچه های سپاه و بسیج دارن جذب میشن، قاطی کردن اصلا راجب گاد و هو، قاطی کردن اصلا. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت اصلا باید ریشه بزنیمش، باید بهش مبارزه کنیم. ریستارت پخش شد، همین فقط حرف درست علمی حرف زد. گفت دین مسیح چی بوده؟ مسیح کجا رفته اونجا؟ واسه چی مسیح به بقیه مردم خدمت نکرد؟ داستان آفرینش داره کلا عوض میشه. پس خدا آدم را نیافرید، حوا را آفرید. میلیون ها ساله که انسان نماها و حیوانات مثل من و تو زندگی میکردن. ژن جدیدی آفریده شد. چجوری آفریده شد؟ زمان یک موجودی یا یه فردی، مسیحا میگن روح القدس، ما هم همونه میذاریم فعلا اسمشو، روح القدس آمد و با حوا بچه دار شد. کجا؟ توی باقی. کجا؟ تو سریلانکا. کی گفت؟ صوفیا گفتیم. تو اون باغ خانم بارداره، ویار داره، ویار فهمیده. بهش گفتن از این درخت نخور. گفت چرا نخورم؟ گفت نخور، ویار که داره براش حرجی نیست، دست خودش نیست. خورد. آدمی نبوده، داستان کلا عوض شد، آدم تو شکمش بوده. وقتی این خورد، بچه هم خورد. اصلا برای همین میگن آدم هیچ گناهی نکرده. گناهی نکرده، آدم تو شکم مامانه بوده، یعنی انسان تو شکم یک حیوان بوده، گناهی نکرده. اصلا مادره ویار داشته. خدا هم گفت اشکال نداره که ویار داری. شیطان گفت کی به تو گفت؟ گفت شیطان. گفت شیطان کیه؟ گفت شیطان به من گفت اگه اینو بخوری به خدا میرسی، خدا میشی. وقتی که خدا بهش گفت برو از بهشت من بیرون، از این جنت سریلانکا برو بیرون، برو وسط حیوونا، برو وقتی پیش فک و فامیله، گفتش خدایا پس شیطان راست میگفت دیگه. گفت چرا؟ گفت چون برای اینکه شما گفتی بچه من میشه انسان کامل، صوفیسم. گفت بله. گفت دروغ نگفت.
گفت نه. گفت بچه را اخراج میکنیم ما را اصلا. گفت ما به بهانه میدیم، به بهانه اخراج میکنیم، ما ذاتمون اینه. این کلی داستان عوض شد. دختره ویار داشته، خب حق داشته بخوره دیگه، هر چی دلش بخواد میخوره دیگه. بعضی خانوما خاک میخوره و بگین بزنه میشون. و اومد گفت من چیزی میدونم که تو نمیدونی. چرا؟ چون من چیزی تو این نهافتم تو شکم تو به نام بچه‌ای که خرد و اندیشه است، این قراره بره، تو کارتو بکن. قبیله جمع شدن گفتن آقا ببخشید ما همه حیوانیم؟ گفت بله همه حیوانیم. من رفتم تو اون باغ فهمیدم. گفت میشه بفهمیم من چه حیوانیم؟ من سگم مثلا. گفت به من یاد دادن این چیزایی که شما در کتاب ها خوندین همش رو اهل تصوف داده بیرون. گفته سال 12 ماهه، هر ماهش یه حیوان. این قضیه از اونجا شروع شد. گفت امسال سال سگه، هر 12 سالم یک حیوان. پس مردم کره زمین تقسیم بندی شدن. گفت ما کیم؟ ما دایناسوریم. گفت شما دایناسور نیستید. گفت کیم ما؟ گفت شما سال سگی. چه سال به دنیا آمدی؟ گفت فلان. گفت شما سال سگی. گفت شما من چی هم؟ گفت شما سال خوکی. گفت شما چی؟ گفت من خروسم. اون چیه؟ من اژدها. اون چیه؟ این 12 حیوان تمام انسان نماهای طول تاریخ بشریت از زمانی که کره زمین حرکت کرده تا الان چندین بارم مثل حضرت نوح میگن اومده برده همه رو کشته همه رو نابود کرده، این 12 تا حیوان همیشه بودن و انسان نماها از این 12 تا خارج نیستن. این خودش راز اهل تصوف بوده که گفتن فالگیرا و رمالا نشستن کارت دست خودشون میریزن. یعنی یه عده شبیه خوکن. چه نوع خوکن؟ میگه خب روزتو بگو. میگه من فلان ماه به دنیا آمدم. میگه خب حالا این اینه، اگه آبان ماهی هستی عقربی. میگه اه پس من الان شما گفتی سال گاوم. گفت بله سالت گاوه، ماهت عقربه. راستی اسم ننت چیه؟ این راز سوم باز میشه دازه. پس از کجا در دوران موسی فرعون فهمید که بچه‌ای داره به دنیا میاد؟ از کجا فهمید؟ چون همه حیوان بودن. نگاه کرد دیگه، شما فکر کن من 100 تا گاو دارم یا آدمی وایساده، میفهمم اون بره میاد دیگه. 100 تا گاوم توی تبیله، یکی اینطوری وایساده اونو گاو میبینم چشمکم میزنه، میگم خب این آدمه دیگه. اونا اومدن تو تاریخ و شرایطش متوجه شدن، چیزی که الان تو کره زمین حکومت ها نمیتونه انجام بده اون موقع انجام دادن. همه خود توراتشون نوشته، خود برو پیش یهودی خود تورات نوشته. میگه چی؟ میگه که گفتن آقا فلان روز به دنیا میاد. پس این فالی که میگیرن 12 تا حیوان در سال، 12 عددش مال صوفیسمه. صوفی اینو لو داده، ساعت و 24 ساعت و اینا رو صوفی داده بیرون. فال کف دست و صوفی داده بیرون. درسته، چون کف دست هر کسی بعدها مردم احمق فهمیدن در کره زمین که خطهای کف دست 500 سال پیش فال کف دست میدیدن، اما چینی ها 2500-3000 سال پیش هر کی نگاه کف دست نگاه میکردن میگفتن خب این آدم خوبیه میتونیم باش معامله کنیم. همون موقع میکردن این کارو. بعدن اثر انگوش به دست اومد. چرا بس اون موقع که اینا میدونستن چرا دانشمند نمیگن اثر انگوش چیه؟ میتونستن بفهمیدن چطور از خطیشون میفهمید. هر انسانی در کره زمین اثر انگوشش با ننش فرق میکنه، با برادرش که دو قلوه به دنیا اومده هم فرق میکنه. این رازه. چطوری امکان داره دو تا پسر از توشکم مادر میان بیرون همه چیزشون شبیه دو قلوه هم مشقت اثر انگوش فرق میکنه؟ چطور فرق میکنه؟ اگه خون خوردن از خون مادر خوردن بچه اینجوری. ما بچه ایم. وقتی عرفا میگن همه پادشاه ها مسخرن بچن همه خرری استارتن، راست میگن. چرا؟ وقتی خون شکم مادرش میخورد پسر میگفت به به
بزرگتر شد، بهش قاقالیلی شیر دادن، گفت به به بهترین غذا. یه خورده بزرگتر شد، بستنی خورد، به به تا الان چلو کباب میخوره، به به انقدر احمقه بعد از مرگ یه چیزایی بهتر میکنه، میگه وای این به به اینا بوده، اونا اصلا به به نبوده. ولی یه بچه را اگه بهش بگی که همین الان پس جلو پسرت یه لیوان خون حیض بذاری نمیفهمه. این کار به داستان مولوی اینا رازه توش، که به اون شاگرده که عاشق دختره شد به دختره یه قرص داد که قبلا توضیح دادم این خونابه دختره ریخت توی تشت. داستان این بود، ریخت توی تشت. پسره که میومد سر کلاسش و حواسش به دختره بود، یه روز که اومد دید دختره نیست، یه لیوان گذاشت جلوش، گفت چیه؟ گفت این بخورینه. گفت این چیه؟ گفت خون حیزه اینه، خون این خونابه اینه. گفت من نمیخورم. گفت ببین دختره رو ببین، دختره رو دیدی؟ اصلا دختره زشته. گفت این چرا این شکلیشه؟ گفت من هیچ کاریش نکردم، از این دختر اینو کشیدم بیرون، این آبه رو آوردم بیرون، قرص بهش دادم، هر روز بیماریش تکرار شد. به جایی که چند روز دور تناوب چیچیش را بیفته خانوما، بیماری خانوما بیشتر شد. گفت بچه نگاه زشته. گفت این اومد ازش بیرون. این مفهوم داره، یعنی داره میگه آقای اپوزیسیون، آقای دانشمند، آقای فلان، شما عاشق کره زمینی شدی که این توشه. یک صوفی فرقش با تو اینی که این آبر رو میبینه نمیتونه بخوره دیگه، میفهمی؟ نمیتونه بخوره. بعد مولوی گفت تو برنامه ریسار تو به ریاست جمهوری فروختی، تو برنامه ریسارت رو، مولوی میگه منو، یعنی منو، یعنی ریسارت رو، منو به این آب فروختی. تو به جایی که سر کلاس هم به من گوش کنی به این آب گوش میکردی، دنبال این دختره بودی. حالا این چیه؟ این دختره چیه؟ حالا این کره زمین چیه؟ حالا این غذایه چیه؟ راز از کجا فاش میشه؟ از اینجا که به شما گفتم بچه پدر مادر انتخاب میکنه، نه پدر مادر بچه رو. یعنی هیچ پدر مادری پدر مادر بچه نیستن در کره زمین. وقتی که انسان میمیره پدر مادر واقعیش میبینه، یعنی وقتی شما میمیری تازه میفهمی این بابات بابات نیست، خود بابات باباست، خود بچه باباست، خود بابا بچه است. تو انجیل نوشته، تو تورات نوشته، هر به زبان دیگه عیسی مادرشه. مادرش مولوی میگه، عطار میگه عیسی مادرش بود. میگن آقا اون مادرش بود، این پسرش چیزی رو ما رو گرفتی. گفت نه نمیبینی، نمیبینی این صفر صفر رو گذاشتن یک مساوی دو نشه. طبق قانون صفر صفر وقتی من بذارم یک مساوی دو میشه. آقا نمیبینه، چشم دل باز نکره که جان بینه آنچه نادیدنیست آن بینه. نمیبینه، حیوانه، نمیبینه. نمیبینه. تو تمام این کتاب های اهل تصوف به صورت واضح بیان شده، گفته انسان نماها 12 قسمت هم 12 حالت داره. خود انسان نما یکیشون سال گرگه، سال خوک. پس هیچ انسان نمایی آقا حسینی گرگ نیست، سال گرگ نداریم. رازه، چرا سال حیوانای دیگه نداریم؟ میگه اینا همه سال خوکن. خوک چه مشخصاتی داره؟ خوک خیلی لزبیانیه، خیلی دنبال سکسه، بعد گیه، بعد روابط ذهنی خودشو داره، من که بده نوع فکریشه، روی سکس و روی زن و بچه شوهرش یه تفکرات دیگه ای داره، یه تفکرات جدید داره و یه شخصیتی داره. خروس، حالا این حیوان بعدیه، خوک نه. خروس چی؟ خروس اصلا 30 زن داره، حلال همه، همه اصلا خیلی عجیبه. تنها دین خروس، تنها دینیه که 500 زن داره، همه هم حلال هم به هم، اصلا کسی کاری باشی نداره. ما با اعدام کنیم باید خروس هده کنیم 16 زن داره. من نمیدونم این فمینیست ها کجا هم باید الان باید خروس بگیرن، هیچ خروس نباید کره زمین باشه. این هر شب این خروس ها با این اونه. بعد انقدرم پر رویه که 16 زن داره نمیذاره، یکی بره سراغ زنش حمله میکنه، اصلا نمیدونم برای چی. بعد
تخم این آدمی که خیلی خروسه میدن ما میخوریم، ما تخم خروسه میخوریم ولی مال که مرغ میشه تخم مرغ میخوریم ولی مال اونو نباید بخوریم. این که مال اینو بخوریم مال اونو نخوریم، این سواله. یکی سوال اسب آقا. پس این مشخصیت اون شخصیت هست و ماه داره و روز داره و اینو در برنامه های شب خیران توضیح داره. بودم همین تخت نرد رو اسرارش من برای اولین بار فاش کردم و به شما گفتم که تخت نرد بازی عرفانیه، بازی مسخره نیست که شما بازی میکنید. تخت نرد مال پرشیاست، مال اهل تصوفه. تخت نرد چی داره؟ بهتون گفتم ماه و سال و روز و اینا همه تو تخت نرد. تاس شیشش رو یکه، یعنی هفت روز هفته. 15 تا خونه اونور روبرو داری، 15 تا اینور داریم، 30 روز ماهه. توضیح دادم گفتم تخت نرد اینجوری دو فصل، چهار فصله، هر دو تا صفحه روزگار داره توش که چهار فصل توشه. قشنگ توش توضیح دادم اون یه بار برنامه شب خیرانی بشونیم چه اسراری در شب خیر در تخت نرد وجود داره که تو تاس می‌ریزی. این تاس رو دارن می‌ریزن و این دنیا بازیچه نیست. این دنیا با این راز شروع میشه، پدر و مادر بچه رو انتخاب میکنن. نو بچه پدر مادر انتخاب میکنن. این بچه کجاست که پدر مادر انتخاب میکنه؟ پس یه موجودی وجود داره به نام بچه. این بچه در یه جایی هست، این میاد و یک پسری رو به یه دختری میرسونه. این دوتا دختر و پسر الکی زد و زد عاشق میشن. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی و یه حیوان دیگه میدن بیرون. سوال عمیق اینه که چگونه یک مادر و پدری رو بچه ای انتخاب میکنه که بعدش به دنیا میاد؟ سوفیسم برای چی وارد کره زمین شد از اینجا میفهمی. سوفیست مادرش انتخاب کرد، یعنی نطفه در هوای حیوان کاشته شد. پس نشون میده که نطفه تو هر جا کاشته بشه این رشد میکنه، یه تغییراتی میده. یه بار مرور کنیم ببینیم ریستارتی ها چی ریستارتی میشن. ریستارتی ها وقتی ریستارتی میشن که سوفیسم رو پیدا میکنن، یعنی یک موجودی رو پیدا میکنن که میفهمن که آقا این به خدا رابطه داره، این با خدا وصله، این فقط وصله به خدا. بعضی ها دیوار میاد تو میفهمن، بعضی ها تو غار نشستن یه موجودی میاد قش میکنن، فکرشون کلک میشه میفتن و میگن علالین و علا، میگن چی نگفت؟ میگه الف لام میم رازه، راز اینی ترزیده یا یارو درزیده، میگه الف لام لام نمیتونه حرف بزنه، لکته زبان محمد میگن ترزیده درزیده جا نمیگه گفت چی دیده نمیبه من نوشه رو نوشه الف لام میم ابوبکر بوده اون تو دیگه نوشه الف لام میم گفت چی گفت علمه گفت الف لام میم فکر رو افتاده قش کرده داره میفته نمیبه حرف بزنه تا ها ساکا تو به اینطوری وقتی میترزی اینجوری دیگه یه سه تا افعی و دو تا گرگ بندازم تو سرت میفهمی یا یا و اینو مینویسم میگن یهو چینی خیلی مطلب توشه نه آقا ترزیده رازم توش هست یاره ترسیده. چرا رازش تو اینه که چی دیده گفته کاهاسات؟ چرا فرداش نگفته الف لام میم؟ یه دفعه دیگه گفته آلام میم چی دیده؟ اینو اون میفهمه. و همین خاطر دین محمد اثر انگشت مال محمده، به والله هیچ ربطی به عیسی نداره، هیچ تأثیری هم برای همدیگه نداره. محمد اثر انگشتش اثر انگشت محمده، شاه نعمت الله ولی اثر انگشت خودشه، بایزید بسطامی اثر انگشت خودشه، موسی اثر انگشت خودشه. موسی گفته هه شه فه هه هیچ کی ننوشته چون ده فرمان داده بیرون، ولی اونم گفته که هه فه شه. ما وقتی وسط جاده دیده خب نور تولید شده چه آتش اومده گفته که منم خدای تو، تعجب کرده گفته خدای من کی حرف زد؟ هه شه شه فه نان دیگه نبوده بنویسه، تنها بوده ننوشته. اگه با زنش می‌نویسه زنش می‌نویسه بابا شما اونجا گفتی که شه فه. پس لایک تورا دانا یه کشفه و نهسه هست، کسی نیمینه. این اصلا این گوش خودشون اصلا هیچ ربطی به دیگری نداره. برای همین میگه پس به هر دوری ولی قائم است، با
یه اثر انگشت تو یک جسم. پس به هر دوری هر زمانی ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. من به موسی اعتقاد دارم، میگه ولی الان موسی اصلا اثر انگشت به در شما نمیخوره. موسی یه چیز دیگه است، اثر انگشت موسی به در شما نمیخوره. شما الان داری زندگی میکنی. نه من پیاده میرم دیگه، نامه رو میدم مادرم، بابا با تلگرام بزن. اصلا نمیخوان، اصلا شبیه هم نیستن، تکنولوژی تغییر کرده. سوفیست وارد کره زمین شد. چیش وارد شد؟ روحش؟ نه، روحش بعد از چند مدت، به قول این آخوندا میگن سه ماهگی روح دار میشه. حالا پس اول یه چیزی وارد شده، بعد روح اومده. تو برنامه قبل توضیح دادم که سوفیست نمیخوابه، خوابش نمیگیره، چرتش نمیگیره. سوفیست وارد یک جسم میشه، یه چیزی وارد یک جسم شده، جسم به وجود اومده، شکم مادر و بعد نطفه توش تغییر پیدا کرده، جایگاه جسم تولید شده برای روح، روح اومده توی و این همینطوری داره میاد و میره. یعنی این روح هنوز هست. وقتی ما یه سوفیسمی رو میکشیم، این سوفیسم همون سوفیسمه، جسمش میره، روحش در شکل دیگه تو ثانیه، تو همون ثانیه تولید میشه و دوباره به وجود میاد و دوباره وداع پیدا میکنه. نمیمیره. این اگه سوفیسم میکرسن احمق هم او از این نمیمیره، هیچ وقت همیشه هست. وارد زمین میشه برای اینکه بشر رو نجات بده، که اینا رو توضیح دادیم. خب پس سوفیسم یه چیزی وارد یک حیوان نما میکنه، این چیزی که وارد این حیوان نما میکنه جسم بعد از مرگ رو هم وارد میکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اندیشه وارد میشه، خرد وارد میشه، گاد وارد میشه، شناختن گاد وارد میشه، جسم رو در بدن مادر تولید میکنه. این اندیشه و خرده که داره مکافات شدیم به خاطر اینکه کشتیم این خرد و اندیشه رو، این کمک میکنه تا چی بشه؟ تا جسم اون دنیا ساخته شه. پس چرا قبلش هیچ کس به اون دنیا نمیرسه؟ جسم ساخته نشده بود. کی جسم رو وارد کرد؟ اولین سوفیسمی که وارد شکم حوا شد، این جسم رو تولید کرد که بتونه بره بالا. یعنی یه شاتلی وارد کرد که بدون اینکه بفهمیم تو این شکم مادره این درست نمیشه، ولی تو شکم مادره بعدی درست میشه. یعنی اون ژنی که داشته باشه این کارو میکنه و میره. خب آقا حسینی، پس اینجوری باشه برای چی این کارو کرده؟ برای اینکه سوفیسم میخواست یه عده‌ای رو وارد آسمان هفتم کنه. من مثال میزنم، آسمان هفتم، مثالی که چون شما شنیدین میزنم. برای رفتن به حال آسمان هفتم ابتدا باید شاتل درست کنه. پس معلومه که سوفیس وایساده، یه سری جوون و پسر دخترم وایسادن، میگه قربان ما رو نمیبری اونجا؟ میگه نمیتونم ببرم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه بری اونجا باید یه چی بری تو یه جا بیای بری اونجا، باید سوار شاترشیم بریم مریخ، ناسا ما زنگ بزنیم نمیتونیم، 7 میلیارد که نمیتونم ببرم، که ما یه سفینه داریم اینجا 20 نفری میبریم 30 نفری میبریم، هر شکم مادر دو قلو سه قلو درست میکنیم. گفتم بس چی کار کنیم؟ پس در دنیای ناکجا آباد که هیچه، از اینجا داستان شروع میشه. سوفیست وایساده، یه سری موجودم وایسادن، میگه 3 2 1 مسابقه آغاز شد، بدوید. هر کی زودتر میرسه نوبتش زودتر میرسه. به نفر اول تا دهم میگه بفهمید تو کره زمین. میگه خب ما بریم کره زمین، اسمش چیه؟ میگه اونجا پدرت در بود. اشکال نداره، بری بعد جسمتو بسازیم بری مرحله بعد، دنیای بعد. این جسم باید با تو بیاد، این تکامل اسمش، تا ببرمت اونجا. اول باید بیای دامنه کوه رو ببینی که بری نقطه قله کوه، نمیتونیم به قله قاف برسیم پسر خوب. و این موجود میگه اوکی،
نوبتش که میرسه در اون زمان در کره زمین پدر مادرش انتخاب میکنه، میگه از این من میرم بیرون، میره تو اون شکم میاد بیرون. چرا انتخاب میکنه؟ چرا من از شکم مثلا یک پولدار نمیام بیرون، از شکم یه فقیر میام بیرون؟ اثر انگشت اون بچه آزمایشش رو نوشته، یعنی توی آزمایشگاه نوشته ایشون بیماری فلان داره، برای رشد و رسیدن به تکامل باید آمپیسیلین بخوره، به اون یکی نوشته شما نمیم مفلگسید بخوره مثلا. اصلا نسخه‌ای که برای میپیچن با اون فرق میکنه، این نسخهش در شکم فقیر رشد میکنه، اون نسخهش در شکم یک بازیگر رشد میکنه. یعنی بچهه بدون این که بفهمه، لحظه‌ای که نطفش کاشته میشه تا زمانی که روح میخواد بیاد، یعنی صفحه مجازی، روح یعنی قطره از اون موجوده که اونجا وایساده، بلوتوث میشه تو اون، اون اونجاست، دکمه رو میزنه، میگه 3 2 1 بزن برو، اوکی شما برو تو، میاد تو. این میره وارد شکم یه مادره، پدری میشه و اونجا شروع میکنه رشد کردن، رشد میکنه تا جسمشو بسازه بتونه تو این سیاره، تو این فضاهایی که باید بره، بره بالا. اونا هستن، به همین خاطر پدر مادرهایی هستن که حیوانن، اون انتخابش میکنه میاد، اما چون این رشته خرد و اندیشه توی آدم ها وجود داره، انتخابش هم کار سختی. بریم یه نفر ریستارتی میشه، اینو میخواستم بگم، چجوری ریستارتی میشه؟ یک گروه از اینا انسان هم، بقیه چی هم؟ حسین ببین، سوفیسم انسان رو انسان نمیکنه، علمیه. یعنی سوفیسم وقتی میره از این دنیا، از این 4 تا بچه طبق قانون مندل، یکی از اینا زرده دیگه، جنش زرده، هم شبیه قبلیه، یعنی سوفیسمه، یعنی قطره ایست از این سوفیسم، درسته؟ این دریاست، هاشتوه، این هاشتوه، این چی؟ سوفیسم اینو نجات نمیده، این آلردی نجات یافته است، اصلا جنش توشه. اون ستای دیگه مشکل دارن. برای همین سوفیسم برای نجات سومی، یعنی آخری هم مثل این اولی است، این اصلا حیوانه، اصلا هیچ نجات پیدا نمیکنه مگر اتفاقاتی بیفته توش. حالا توضیح بد بدم، اون دوتای وسط گیرن که این حیوانات چجوری بدن بالا. این سوال دیگه، این که انسان میبره بالا که خودش میره بالا، زبالا این بالا میریم دیگه، بقیه چی؟ کاری که سوفیسم میکنه اینه، وقتی شما ریستارتی میشی، یعنی کاری که من راجع محمد اتفاق افتاد داره شما میگم، برای مسیح هم همین اتفاق افتاده، هر که ریستارتی شده این تواسش افتاده. یک زمانی محمد سوفیسم شناخت، یعنی فهمید موضوع رو، نه اینکه سوفیسم رو بدونه بفهمه، نه شناخت. این که شما یه سوفیسم بگی حسن سوفیسمه، مایکل سوفیسمه، فایده نداره. سوفیسم باید ببینی، دیوار رو تو ببینی، باید یه جوری بشه ببینیش، ماتریکس باید واس شه تا ببینیش. حالا سوفیسم هیچ کاری نمیتونه بکنه، راه این که تو رو که حیوانی نجات بده اینه که شما رو میبره یه جایی، یه چیزی تو تو میذاره، یعنی یک عزیزی نصفی میگه تو دل این، نه این دل، تو اون دل میکاره، بذر رفتن زبالای ما بالا میرویم و میکاره این تو. اوکی، بعد چی میشه؟ بعد بهش میگه این کارا رو بکن. چه کارایی؟ میگه این کارا رو حالا میتونی بکنی. میگه خب من قبلش نماز خوندم، روزه گرفتم، خمس گرفتم. گفت به ما وصل نبودی، شما نمیدونم باید چی میخوندی، مثل اینی که دست رو میرو دیوار هی فشار میدی. میگه چیکار میکنی؟ میگه من کار انجام میدم طبق قانون. میگه کار باید جابجایی باشه، این جابجایی نیازی به اتفاق انرژی رو مصرف میکنی، کار مهمی اصلا انجام نمیدی، کار انجام نمیدی. من 8 ساعت به دیوار فشار میدم، پول بده، پول نمیدم، 8 ساعت به دیوار فشار میدی، دیوار کار نمیکنی.
تو این میکاره، نطفه تو این کاشته میشه. این آدم با دستوراتی که بهش میدن، یعنی محمد وقتی نطفه رو کاشتن توش، عیسی وقتی رفت پیش یحیای تعمید دهنده غسل داد بهش. غسل چرا داد؟ حالا آب خودش رازه، خیلی مهمه. غسل بهش داد، میگن غسل داد بهش. اوکی، کرد تو آب اومد بیرون، بهش یه چیزی داد، نطفه عیسی رو تو شکمش کاشت، یعنی تو دلش کاشت. عیسی وقتی این بذر کاشته شد، حالا بعد آب بهش بده، اینو رشد بده. این هر چی رشد بیشتر پیدا کنه، جهان هستی رو بیشتر میشناسه. فردی مثل محمد اینو فهمید، شروع کرد اون دستوراتی که بهش داد و انجام داد. واقعا وقتی انجام داد، این نطفه اش دیگه رشد کردن، رسید به یه جایی که قدرت بدنیش، جسمیش، یعنی این جسم، نه اون جسم برزخی که اونجا ساختن، این جسم توانست موجود رو ببینه. یعنی الان اون موجودی که محمد دید الان اینجا ظاهر بشه، شما مثل بمب اتم میمیری. فکر نکن چرا برای من ظاهر نمیشه، میمیری آجی، ازش شوخی نکن. چرا بمب اتم رو در کنار من منفجر نمیکنی، من ذاتش رو ببینم؟ میمیری، ذاتش به ذاتت میزنه. اون جسمشو اول باید درست کنه، این علمیه، باید جسمش درست کنه. این تو اون میکاره. پس هر صوفیسمی بخواد یک آدم حیوان رو مثل حسینی رو ریستارتی کنه، باید بیاد ببینش. امام رضا شفا داد. امام رضا اصلا شما رو نمیتونه الان ببینه که کو. امام رضا باید بیاد دست شما رو بگیره، آقای عشیه، باید شما رو ببینه. یعنی باید اون صوفیسم پس به هر دوری ولی باشه، اونجا باشه، ببینیش، این نطفه رو بکاره. اون میکاره، نطفه رو میکاره، بیل میزنه، میکاره، بیل خاک بریزه روش، تق میبنده، میگه کاشتیم، بفرمیم. قبلی اصلا نمیتونه این کار رو بکنه، قبلی تمام شد، قبلی دیگه نطفه رو نمیتونه بکاره. تا یه زمانی اون درخت کار میکنه، بعد آب و هوا قطع میشه، میمیره. برای همین در تورات و انجیل و کتاب عرفا نوشته که ظلمات الا نور، نور الا ظلمات. یعنی چی؟ یعنی همین داستان، انسان نما با حیوان رو تبدیل میکنیم به بشر، بشر رو تبدیل میکنیم به حیوان. این مهمه، یعنی از ظلمات میبریم تو نور، از نور میبریم تو ظلمات. میگه ما این کارو میکنیم فقط. یعنی صوفیست میگه من الان ناجی تو هم. عیسی میگه راه نجات شما فقط از من میگذره، من تعیین میکنم کی حیوان شه کی انسان شه. فقط صوفیست میتونه این کارو بکنه، تبدیلشو. اوکی، پس باید اینو پیدا کنه تا انجام بده. اما صوفیان دیگر هم در طول تاریخ نشون داده که این کار بدل رو انجام میده، یعنی تبدیل میکنن موجود حیوان رو به انسان. سگ اصحاب کهف یهو نجات پیدا میکنه و از حیوانیت خارج میشه. پس راه رفتن اون دنیا شاتله. شاتل احتیاج به یه چیزی کاشتنه، باید بهت بدن. اینو فقط صوفیست میتونه بده، هیچ کس دیگه به شما نمیتونه بده. برای همین در تصوف بعضی جملات رو باید تفسیر کنیم. میگه دست به کار، دل به یار. یعنی چی؟ یعنی من میدونم که فلان رئیس جمهور رئیس جمهور نمیشه، ولی تا آخرین قطره خونم تلاش میکنم که بشه. بعضی این هم نفهمیدن، بعضی ها فکر میکنن که دل به یار و دست به کار یعنی باره بشین خدا بزرگی. اینجوری نیست. شما درسته که یه چیزی رو میدونی، ولی میدونی کافی نیست. اصلا به همین خاطر یونس و پدرش رو در میآوردن. گفت من میدونستم شما گفتی که برو اینا دیگه آدم نمیشن. گفت شما تا آخرین لحظه باید مبارزه میکردی، باید میجنگیدی. این زمینیه، ریسارت هواییه. بله خدا بزرگی، درسته، کمک میکنه. بله صوفیس کمک میکنه. بله میکنه. شما کارتو باید بکنی، شما باید از این آدم دفاع کنی، تا آخرین لحظه دفاع کن. اومده شد. ای آقا حسین یه مثال میزنی، اومده شد. بله یونس نفرین شد، همه بعد میمردن، اومده شد، یه صوفی نجاتشون داد. اومد گفت این کارو کنید میشه، راهش بلد بود، راهش بعد بلد بشه. منظورم اینه که با تخیل و با خیال و بشینی نماز بخونی بسم الله الرحمن الرحیم و اینا، قل و لا خدای به من پول بده، خدا به تو پول نمیتونه بده. پولو بعد یه کسی بده به تو، پولو بعد یه کسی به شما بده.
خدا آبربانک نیست، خدا مثل شتاب جاذبه است. انسان کامل رزاقیت رو به یک صوفی داده، نه به خودش. یک صوفی در کره زمین رزاقه، یه آدمه رزاقه. همون آدم برای حیوانات رزاق نیست. نشونش آقای موسی گفت من رزاق انسان هستم، قربان میتونم به حیوانات بگم برو غذا بده به وال، رفت غذا هر چی ماهی میگرفت میداد سیر نمیشه. گفت نمیتونی آجی، اینا هر کدومشون با هم قوانین داره و باید انجام بده. خب هو و انسان کامل چجوری با ما ارتباط برقرار میکنند؟ تا یواشش داریم توضیح میدیم که توی برنامه بعدی بتونیم بگیم که چجوری بچه ها رو میتونیم ارزم حضور شما که بچه انسان تولید کنیم. پس میشه بچه انسان تولید کرد. شریعت یعنی چیزی که در ادیان بهش مثال میزنن، بعد از پیدا کردن صوفیسم برای شما مفید خواهد بود. قبلش مفید نیست. چرا؟ برای اینکه این یک از اسراری که براتون باید توضیح بدن تا برنامه بعد. نماز رابطه بین صوفیسم و صوفیان و ریستارتیا، یعنی یه اپیه که دانلود میکنی که باید عضو شی، اسم و فامیلیتو تو این اپ باید بنویسی، وقتی میای بالا بتونی با هم چت کنی. پس نماز رازش در چیه؟ در اینه که وقتی شما ریستارتی میشی، برای همین مادرت میره تو جهنم به قول دوستان میگن هیچ سودی از نماز نمیکنه، چون شما وقتی که ریستارتی میشی بهت میگن آقا مثلا نماز بخون. شما لحظه ای که نماز میخوای بخونی مثل تلپاتیه، یعنی شما وایسادی میگی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، اون میگه برای میبینی دیگه، بگو الله احد الله صمد. نماز اینه، یعنی یک ریستارتی وقتی بهش نطفه میکارن، یعنی در اصل وارد اپش رو دانلود میکنن، توش این اپ رو داره. شما الان برو تو فیسبوک، من هیچ چی وانه میکنم میرم تو فیسبوک، نمیتونی هرات موبایلت رو میری تو اینترنت سیستم واسه بشه همین کارا بتونی اپ رو دانلود کنی میری تو نماز. رازش اینه که آخوند نمیشینه نماز میخونه مثل گاو نمیفهمه اینه، یعنی هیچ چیز داره اون اصلا نه اینترنت داره نه اپ داره نه وصله به گاد، هیچ کاری نمیتونه نماز بخونه. اصلا هر همه نگاه میکنن یعنی اون بالا زیبرین اینجوری ها چیکار میکنن با سناشون به سم نمیدونم با کی دارن میخونن، قبلت کدوم بره؟ اگر وصلی به دریا بنگری دریا تبینم، به صحرا بنگری اپ و دانلود کن برو دم دستشویی بار برو تو تلگرام. آیا میشود به تلگرام تو دستشویی رفت؟ بله. کنار دریا؟ بله. این وری وایسم میره؟ بله. این وری وایسم میره؟ بله. نماز قبله نداره. اپتو که اپو تو دانلود کردن به دریا بنگری دریا تبینیم، برو تو دستشویی بزن مامان سلام، بیا تو اتاق خواب بزن مامان سلام، مامان میگه سلام عزیزم. پس نماز رابطه است، یعنی شما نمازی که میخونی باید اول اون اپرا تو دانلود کنه، بعد وای میسی میگه ربنا آتنا، وصل میشه توی فضای مجازی اونجا هم دیگه رو میبینید و هم صحبت میکنید. مثلا همین موضوع همینه، صحبت میکنید بعد یه سری موجودات هم وایسادن حرف میزنن گپ میزنن. اپ دیگه الان توش هم هستن دیگه، ممکنه مثل رئیس جمهور جمع تو باشه اپ دیگه، دانلود چه اینو باید دانلود کنن، ساب اپ داره دیدی که ریخ بیرون ما رو سانسور کرد نفهم بیرون، چون ما ساب اپ توییتر نبودیم، اون دنیا ما صاحب اپ همشه از سیستمه، اونجا ما میندازیم بیرون. های برو بیرون، این بیادالتی رو اینجا دیدی؟ اونجا پر بیادالتیه، کی گفته اون برای عدالته؟ هو عادله. های خدا یعنی هو گفته من عادلم، مثقال انزرن یره خیرن یره هو، و الان هم عادله شتاب جاذبه رو من 98 رو اون 98، ولی این قاتل اون مقتول کی اینا رو میبره جهنم بهش؟ هو انسان کامل که اصلا عادل نیست، انسان کامل اصلا عادل نیست. میگه حسینی، میگه بله حسینی رئیس همه، شما همیشه برو زیر پاش شما رو زندان پادشاه، اصلا عادل نیست.
برو احادیث این شیعه رو بخون، شانس کن. بعد امام محمد گفتن، گفت اهل بیت هم خودم میفرستم تو بهشت. گفت گناه کنه، گفت مهم نیست، فامیلمونه، میندازم تو بهشت. عیسی همین گفت هر کی منو ببینه میره تو بهشت. اصلا عادل نیست. هر کی آقا عیسی هر کی تو رو نبینه چی؟ نمیره تو بهشت. چرا؟ چون عادل نیست. راز این تو صاحب جهنم بهش کیه؟ انسان کامل. و همه خاطر ایلیا ابن عمران به قول شما علی ابن ابی طالب میگه مقصرش جهنم من آجی. ها من این همه ابو جهل ابو حکمم دانششم آدم با سوادی هم بود واقعا، ابو جهل که اینا میگه آدم بزرگی بود تو سواد. بله من فامیلتون نمیراد نمیدم. گفت این یارو من زنا کردم، میگه نه. پسرخاله شما کرده، میگه بله. من دوستی کردم، میگه نه. پسرخاله شما کرده، بله. من 15 سال درس خوندم، رفتم حوزه علمیه قم، این کسی چه نرفته، بی سواده. میگه بله. میگه بچه نمیره تو بهش، میگه بیا دلم میخواد. هیچ عدالت اونور وجود نداره جی، کلا اشتباه فهمیدیم موضوع رو. عدالت برای هوه، یعنی شتاب اجازه بر همه است. اونور همه چیز صوفیسمه و این صوفی که میکشیه های حیوان اونم اینجوریه آی منو نکش. بازیه، دارن بهت میتفونن نمیبری، کمدیه، دارن مسخرت میکنن. صوفیه داره مسخرت میکنه، صوفیسمه داره مسخرت میکنه، ما داریم مسخرت میکنیم. پس نماز بعد از دانلود اپ رابطه برقرار میکنه. برای همین میگه آخرش میگه السلام علیکم، یعنی سلام به شما. منم هم همینطور، من میرم وارد اپ میشم، تصویر اینستاگرام میگم سلام بینندگان عزیز. حالا فکر کنم مادرت نشسته سلام بینندگان عزیز، یارو رب میگه روانی شما آنتنین، رو آنتنین تلویزیون دارین با کسی دارین حرف میزنین؟ میگه نه. میگه آقا حسینی میگفت سلام بینندگان عزیز. خب میگه احمق، اون وصله رو آنتنه، داره با مردم حرف میزنه. بله بله واحد. میگه خب شاد کن، اون تو وصله، تو اپ نماز، اپ نماز اپ داره، اپش وصله و از حرف میزنه. بعد صوفی میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اینطوری کن، با هم میبینن نگران. و هم خاطر ایلیای ابن عمران میگه خدا دیدنی من نشو داره، میگه نمیبینیم، من نمیفهمم. اپ رو دانلود کن آجی، و دانلود کن تو خوده، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. برای همین محمد نماز نخون و دید. وقتی دید جبرئیل اومد گفت این اپو دانلود کن. گفت این چیه؟ گفت دیگه با هم گاخ دلم تای میشه، گفت با هم میبینیم هم دیگه، هر شب هم دیگه میبینیم، هر وقت دل خواست بیا بالا، من حق روشن بودم صحبت میکنم. برای اون دادن اپ نماز دانلود کردن واسه عیسی، یارو برشه میخونه، بعد دیگه هیچی نشه، بعد پولم میاد. چون پشت یک موضوعیه که یارو نماز میخونه پول میاد، نمیدونه دارن خرداغ میکنن، خبر نداره این پوله برای چی داره میاد. میبینی خدا رزاقه، خدا اینجوریه دیگه، شدا به جذبه. من دست پا ندارم. میگن خدا رو نشناخت. افکارت که خدا رو کسی نشناخت، افکارت که خدا رو کسی نشناخت، افکارت که هر کدوم از ما خدای متفاوتی داریم، افکارت که خدای من با خدای تو متفاوت، افکارت که خدای من عادل نیست و مرا نجات میدهد و خدای تو عادل است چون طبیعت توست. خدای تو در دل توست و خدای من در دل من. خدای من دست و پا دارد، نجات میدهد. تو به خدای متوسلی که دست و پا ندارد، این حیوانات میمیری و در مقابل چشمان خدای تو قاتل مقتول را میباشد و خدای تو به هر دو کمک میکند. و تو داستان نوح رو در طول تاریخ همین الان داری میبینی، یعنی آب اومده داره میبره، چون 100 سال دیگه این 7 میلیارد آب برده شد و یه عده‌ای در کشتی نوح هند همین الان دارن نجات پیدا میکنند و زبالا هند و بالا می روند. تو همین در تخیلی که هی طوفان نوح میاد. افکارت که تو در طوفان نوحی مای فرند،
و کشتیبان فقط کسانی که سوار میشوند رو نجات میدهد. چرا؟ چون حیوان خبر ندارد ز جهانه آدمی. به درود.